وطندارای عزیز سلامتی خداوند شهزاده سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه در هر جایی که هستین متوجه باشین که خدا شما را بسیار زیاد دوست داره خدا شما را چقدر دوست داره خدا شما را اقدر دوست داره که به خاطر شما او در دنیای تاریک در جهان تاریک شما به صورت انسان آمد خداوند به قدر شما را دوست داره که او خواست با شما مثل شکل خودتان پیش رویتان بیایه و شما را بگویه که من شما را دوست دارم و آغوش خود باز بکنه و بگویه که ای کسی که زحمت میکشی و گرانبار هستی پیش ما بیا ما تو را آرامش میتم آرامشی که خداوند برای ما میتده هیچ جای دیگه پیدا نمیشه خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه یک موقع دیگه که او برای ما عطا فرموده تا که به حضور خدای مقدس بیاییم و کسی را اطاعت کنیم ازش پرستش کنیم او را حمد و ستایش بکنیم کسی که واقعاً بر قدرت اصلی است کسی که واقعا با وجود از که او قدر مقدس قدر بینیاز است او فیض خود از زندگی ما جاری میکنه و در میان ما انسان ها می آید و ما را به آغوش خود میگیره خدا را شکر میکنم بر ازی وقتی که او بر ما داده خداوند متعال فرزند خدا او ما را اقدر زیاد دوست داره که دوستی از او انتها نداره هیچ انتهایی دوستی از او نیست و امروز امو وعده ابدی و ازلی خدا بر شما بله برای شما باز هم ابلاغ میکنه میگه که زیرا خدا به این جهان آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاویدان گردد وطندارای عزیز در وطن عزیز ما و شما انتخابات است و در این انتخابات شمارش آرا ما فکر بکنم در حدود ده درصد آمده و 90 در درصد دیگر باقی است خواهش ما از تمامی وطندارای عزیز ما و از مؤمنین خداوند ایسای بسی ایرانی، افغان، تاجک هر که هستین و یا آمریکایی استرالیایی اگر لسان دری را می فهمین و این برنامه را می تانین متوجه شوین ما از تان خواهش میکنم که بر افغانستان دعا بکنین که خداوند فیض خود جاری در او ملک بسیار عزیز خداوند فیض خود جاری بکنه و صلح ابدی خدا برای وطن عزیز ما بته صلح که عیسی مسیح میته هیچ کسی داده نمیتونه چون خودش میگه در فصل 14 انجیل مقدس یوحنا عیسی مسیح میگه ما صلح خدا ما سلامتی خدا برای شما میتون نه سلامتی که دنیا میته بلکه ما سلامتی خدا برای شما میتم ترس و حراس نداشته باشین متوجه باشین بعد از اینکه عیسی مسیح میگه من صلح خدا برای شما میتوم و میگه ترس و حراس نداشته باشین علت است که در صلح در وعده های صلح که دنیا و سیاست دنیا فلسفه دنیا ادیان مذاهب میتا ما هیچ وعده ای نیست که ای صلح ای سلامتی پایدار میمانه چون در تاریخ بشر, بشر تمامی ها تمامی قراردادهای صلح همیشه شکسته همیشه شکسته و همیشه خواهد شکست علت چیز که ما همه انسانها ها در گناه هستیم سلامتی واقعی تنها در عیسی مسیح یافت میشه هیچ سیاست جهانی هیچ کشور آمریکا روس چین قدرت های جهانی هیچ کشور هیچ مذهب هیچ فلسفه هیچ دین داده نمیتونه صلح و سلامتی واقعی را به جز عیسی مسیح او میتونه که واقعا در زندگی شما سلامتی حقیقی را بیاره وقتی که ما به او ایمان میاریم او زندگی ما را صد در صد تغییر میته. من بعض وقتا ایمیل هایی میگیرم قدیم زیادتر میگرفتم آل کمی کمتر میگیرم مردم به ما فحش میگن وطندارای عزیز خود من بسیار چیزهای بد میگن و کلمات ریسزم استفاده میکنن مثلا میگه که تو هزاره بسیار بد هستی. از این خاطر مسیحی شدی و عزیز من خداوند تنها مردم هزاره رو دوست نداره بلکه پشتون هم دوست داره تاجک هم دوست داره و خدا را شکر میکنیم که در برنامه بسیار برادرها و خوارهای دیگه ما هستن که پشتون هستن تاجیک هستن میاین کلام خدا را بخش میکنن شهادت خدا میتن خداوند خدای تمام جهان است تمام انسان‌ها را دوست داره عیسی مسیح خداوند ما حسین اندریاس بر صلیب وقتی که به او فهش گفته شد وقتی که او را بد گفتند وقتی که او را مسلوب کردن از بالای صلیب گفت پدر یارا ببخش یارا ببخش او دشمنای کسایی که به او دشمنی میکرد گفت یارا ببخش چرا که نمیفهمن که چی میگن و ما هم حسین اندریاس مطابق رب خود مطابق ارباب خود مطابق خداوند خود به همو ترتیب به شما دوست عزیز ما که ای ایمیل برای ما فرستادین براتون میگم من شما را صد در صد نام ایسای مسیح بخشیدم و اگر اینمی می بودین باور کو ما پای تانه می ششتم روی تانه می بوسیدم و شما را در آغوش خود می گرفتم و حتی اگر دو سلی سلی هم مرا می زدین ما شما را می بخشیدم صد در صد می بخشیدم این تغییره که ایسای مسیح در انسان میاره و ما را از خصومت از انتقام جویی از کینه از نفرت از نسل نجات پرستی لسان پرستی کشور پرستی از هر پرستش دیگه ما را نجات می و ما را خدا پرست می چون در خدا پرستی سلامتی است در خدا پرستی واقعی سلامتی است خداپرستی واقعی چیست؟ خدای واقعی کیست؟ خدای واقعی خدای محبت است کلام خدا برای ما را بسیار واضح می کنه چی میگه؟ میگه که کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته زیرا خدا محبت است زیرا خدا محبت است و ما خدای محبت می پرستیم. و ما دعا میکنم وطندارای دارای عزیزم که خداوند شما را برکت بده این روز وقتی که شما کلام خدا را میشنویم تا که خدای محبت قلب شما را لمس کنه و شما را هم تبدیل بکنه تا که شما هم بتانین با قوت و قدرت ایسای مسیح با قوت و قدرت روح ایسای مسیح با قدرت و قوت کلام ایسای مسیح ببخشین زندگی سلامتی را داشته باشین به نام مقدس خداوند و منجی بشر عیسی مسیح آمین وطندارای عزیز ما البته وقتی که من وطندار میگم اینجا مسیحی را خطاب میکنم وطندارای عزیز ما مسیحیا در سراسر دنیا ای در این هفته مرگ عیسی مسیح بر صلیب و قیام عیسی مسیح از مردگان در روز سیومه تجلیل میکنند جمعه مبارک جمعه ای که عیسی مسیح مصلوب شد به خاطر ما و شما و روز یک شنبه روزی که عیسی مسیح از مردگان برخاست و خداوند زنده است ای را تجلیل می و کسی که به او ایمان میاره خداوند وار هم زندگی نو و ما ایده اید برای تمامی وطندارای عزیز ما وطندارای آسمانی ما و وطندارای زمینی ما که باشه افغانستان برای شما تبریک میگم خداوند شما را برکت بده به نام مقدس عیسی مسیح آمین آمین موضوع برنامه امروز ماست ایسا فیض او در برنامه گذشته ما ایسا محبت او را صحبت کردیم در موردش و اما در برنامه ما ایسا فیض او را در موردش صحبت میکنیم کلام خدا برای ما میگه شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید که او چقدر قدر سروتمند بود و اما به خاطر شما او فقیر شد تا از فقر او شما سروتمند شوید پیش از اینکه ما بپردازم به کلام خدا و موضوع امروز سرش صحبت بکنیم یک خواهر ما سکینه جان زنگ زدن برای ما ما تلفن جواب میتوم چون بسیار وقت میشن که پشت تلفن هستن و بعد از این دامه میتیم سکینه جان خواهر عزیزم مانده نباشین روی خط هستین بفرمایین سلام برادر جان خسته نباشین شما خسته نباشین خواهر عزیزم برنامه من. شما بسیار تشکر خواهر عزیزم من یه دعا میخواستم بفرمایید خواهش میکنم یک دعا میخواستم سلامتی و آرامش و خیر و برکت حتما دعا میکنم خواهر عزیزم حتما دعا کنم و با ای با اینمی و ما آیت را که قبلا از کلام خدا گفتم خواهر عزیزم اینمی آیت را برای شما هم میتوم و لطف کده گوش بگیرین و بعد از او ما برای تان دعا میکنیم در انجیل مقدس یوحنا فصل چهارده و آیت 27 عیسی مسیح میگه سلامتی برای شما به میگذارم به جای شما کلمه برای شما را ما با سکینه تغییر میتوم سلامتی برای سکینه به جا میگذارم عیسی مسیح میگه من سلامتی خود را به سکینه میدهم دنیا نمیتواند آن سلامتی را به طوری که من به سکینه میدهم بدهد دل شما ای خواهر سکینه پریشان نشود و ترسان نباشید حتما دعا میکنم خداوند عزیز من رو شکر میگم بر از شکر میگم ای خداوند عزیز یه خواهر ما را برکت بده یک دعای دیگه هم بله بفرمایید خواهر ببخشید میخواستم بگم من یک تهمتی به بچم زدن مثل سرم زدن میخوام یه دعا بکنی که این رفت کام بشه حتما دعا میکنم خواهرست بزرگی زدن بهش حتما دعا میکنم حتی دو سال پرونده شدن گیره یه دعای بزرگ برش بکنی که رفت کام بشه حتما خداوند مهربان است بزرگی دو سال ما درگیریم خداوند مهربان خواهر عزیزم خداوند مهربان است ایماندارانی مسیحی خواهش میکنم شما آواز خواهر ما رو شنیدیم. برشان یک جای دعا می کنیم. ای خداوند عزیز شکر میگیم تو را بر از خواهر شکر میگیم به خاطر از ای ایمان داره به تو و و او میفهمه که پیش کی بیایه پیش عیسی مسیح کسی که مشکل کش است ای خداوند عیسی مسیح به نام تو دعا می کنیم. به نام عیسی مسیح به نام یگانه پسر خدا دعا میکنیم که مشکل خواهر ما را حل بگردان دعا می کنیم که کسانی که تهمت زدن ای خداوند و ای خداوند قلبشان بشکنه و به عیسی مسیح ایمان بیاره تا قلبشان را عیسی مسیح قلب نو بسازه تا که وا توبه بکنن از این عملشان ای خداوند عزیز دعا می کنیم که تو سلامتی خود بر از خواهر ما عطا فرما بر فرزندشان دعا میکنیم ای خداوند تو سلامتی خدا خدا ایشان بتی وقتی که این مشکل دارن ای خدا در این مشکل تو با ایشان باش دعا کنیم به نام خداوند و منجی بشر ایسای مسیح خداوند آمین آمین خواهر عزیزم خداوند شما را برکت بده من حتما کلیسیا را هم میگم در اینجا که برای شما دعا بکنه و مؤمنین هم شنیدن صدایتانه و دعا ما خواهش میکنیم که همه برشان دعا بکنن آه. آه. تشکر خواهر عزیزم خدا را شکر میکنیم خداوند شنوین دست او میشنوه میاییم به سوی موضوع امروز خداوند عیسی مسیح فیض او ما در مورد محبت او در برنامه گذشته صحبت کردیم امروز در مورد فیض عیسی مسیح صحبت می کنیم او پر از فیض است فیض یعنی چی وقتی ما در مورد فیض صحبت می کنیم فیض به این معنا که ما لایق مدد خدا نیستیم و اما باز هم او او ما را کمک می کنه زمانی که ما در دلدل گناه قرار داشتیم زمانی که ما در مشکل ترین مسئله زندگی خود در گناه در عمق گناه بودیم خداوند عیسی مسیح آمد و او جان خود به خاطر ما بر صلیب داد جان خود بر صلیب داد اینمی هفته را از همین خاطر ما تجلیل میکنیم که عیسی مسیح آنقدر ما را محبت کرد که او فیض خود برای ما جاری کرد در این فیض عیسی مسیح قربانی عیسی مسیح شامل است محبتش شامل است که او ما را به آغوش خود گرفت و ما را بخشید گناهان ما را کسانی که دشمنان او بودیم او ما را به دوستی خود به دوست های خود تبدیل کرد به دوست های خود تبدیل کرد کلام خدا برای ما در مورد عیسی مسیح چیزهای بسیار زیادی میگه و اما امروز در مورد هفت گفته عیسی مسیح که بر صلیب او گفت هر کسی در دنیا میگن که گفته هایی دارن وقتی که میمورن کلمات آخری دارن مثلا ستیف جابز که او بنیانگذار کامپیوتری اپل م... م... و یا مکینتاش و یا آیپد و آیپاد و ای چیزهایی که در دنیا امروز بسیار رایج شده بنیانگذارش بود و او بسیار بسیار آدم فهمیده بود کلمات آخر استیو جابز ای بود به 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 حسین اندریاس نمیفهم که به به چی بوده در حقیقتش چی معنا تا به که سه بار تکرار کده و بعد از سه بار تکرار استیو جابز بالاخره مرد این دنیا را ترک گفت من نمیفهم که چی معنا میت بعضی کسا بسیار چیزهای خوب خوب میگن و قابل درک هم هست و اما ایسای مسیح چیزهایی که بر صلیب گفت نه تنها به خاطر سلامتی تمامی جهانیان بود بلکه در مورد از این صحبت های مسی مسیح انبیا قبل از قبل نبوت کرده بود او کسی بود که آمد جان خدا به خاطر ما ما یکه که تمامی گفته های ایسای مسیح را در ایجا میگیم اولین گفته عیسای مسیح بر صلیب وقتی که ایسای مسیح بر صلیب بالا کدن ما فیض او را فیض عیسی مسیح را در بخششش ایجا میبینیم عیسی میگه ای پدر یارا ببخش زیرا که نمیفهمن که چی میکنن ای پدر تو یارا ببخش چرا که یا نمیفهمن که چی میکنن در حالی که عیسی مسیح مصلوب است میخورده بر دستهای خود به پای خود و بالای سرش تاج خار را گذاشتن و خون جاری است از تمام وجودش درد جاری است از تمام وجودش اگر ما کسی را یک قسم مصلوب میکنیم و درد میبینه او برای جان خود ناله میکنه و کوشش میکنه خود را نجات بده شاید از دهانش بعضی چیزهای خراب هم برایه ولیکن عیسی مسیح کلمات بخشش ازش میبراید خدای تو دشمنای مرا ببخش خدایی کسایی که مرا مصلوب میکنه تو یارا ببخش چرا که یا نمیفهمه یا در گناه هستن یارا ببخش عیسی مسیح بخشش خدا در کلمات اول خود وقتی که او مسلوب میشه اولین چیزی که از ایسای مسیح از دهان ایسای مسیح برای کسانی که او را مسلوب کردن برای کسانی که او را لعنت گفتن برای کسانی که او را شیطان گفتن برای کسانی که او را لطکوب کردن برای کسانی که او را اذیت و آزار رساندن اولین کلماتی که میبرایه از دهان ایسای مسیح چیست بخشش بخشش خداست وقتی عیسی مسیح میگه ای پدر تو یاره ببخش در اینجا ما بخشش ابدی و ازلی خدا را در عیسی در, در فیض عیسی مسیح میبینیم او ما کسانی که لایق کمک عیسی مسیح نیستیم لایق کمک خدا نیستیم در حقیقت عیسی مسیح وقتی که میگه ای پدر تو یاره ببخش به این معناست که عیسی مسیح حتی در او هم فیض خدا جاری میکنه میگه یارا ببخش به این معنا که یارا کمک کو کمک کو که چشمایشان واش شود. چرا که یا نمیفهمند ایج چی نشته است چرا که یا نمیفهمند که چی میکنه تو یارا ببخش به خاطر ازی به خاطر ازی که یا نمیفهمند یا ای درک ندارن که یا چی میکنن کلمه چی میکنن یعنی یا در جهالت هستند در تاریکی هستند ایسای مسیح میگه ای پدر تو یاره ببخش این کلمات بخشش ایست وقتی ایسای این وقتی یک کس پیرو عیسی مسیح میشه عین عمل عیسی مسیح را انجام می میگه تو ببخش یاره ای پدر چرا که یا نمیفهمه که چی میکنه مذهبی را داده نمیتونه براتون دین و فلسفه دنیاوی ای را داده نمیتونه برتان تنها مکتب مسیح تنها پیروی از مسیح تنها و تنها مسیح ای را برای شما داده میتونه قلب بخشش حتی کسی که شما را شکنجه میده کسی که شما را فحش میگه کسی که شما را سیلی میزنه شاید در وطن ما و شما ایتو تو کسایی که مثلا اگر او را یک سلی بزنی و بگه من تو را بخشیدم شاید ای تو یک کس را بی غیرت بگه نه بی غیرتی د ایجا نیست ایجا غیرت حقیقی است غیرت که معرفت محبت خدا در او نهفته است ببخش یاره چرا که نمیفهمن که چی میگن دویم ما فیض ایسای مسیح را فیض خداوند را در وعده ایسای مسیح میبینیم ما میبینیم که در صلیب در دو جانب صلیب دو دوز هم مسلوب شدن در ما بینش ایسای مسیح است یکی از او دزدها میگه برش میگه که اگه تو بچه خداستی اگه تو یک خود مسیح میگی و تو کسا میگی و تو موجزا انجام دادی حالی ما رم نجات بیتی نه خودم نجات بیتی و ما رم نجات بیتی نه کسایی که در پایین بودن پای ب... پایین سلیب بودن و هم می آمدن کلای خدا شور میدادن و رشخن میکردن که ایسایی که تو موجزنشان می داد و مردم زنده میکرد و حال خودش پایین شد و نه خود نجات بتا. او نامد که خود نجات بته او آمد که ما را نجات بته با قربانی که او بر صلیب داد با قربانی که او بر صلیب داد و اما دوز دومی دوز دومی که در اوجا بود او اقرار کرد و او دوست دیگر گفت گفت که و تو به خاطر گناهی که کردیم به خاطر که جرمی که کردیم در ایجا مسلوب هستیم ما جزای عمل بد خود در می میبینیم و اما این شخص در او هیچ گناهی نیست او هیچ قصوری نداره و اما مسلوب شده در اینجا او میگه ای ایسا وقتی که در ملکوتت بیایی مرا فراموش نکنی شخصی که توبه میکنه شخصی که اقرار میکنه که من بیبس هستم بیچاره هستم تنها عیسای مسیح جالب است که عیسای مسیح هم مصلوب است و او هم مصلوب است چطور امکان داره که این شخص ای شخص ایمان بیاره برای کسی که او هم در عین حال مصلوب است و در حال مردن است و اما این شخص ایمان میاره این شخص شنیده در مورد عیسی مسیح درست است که آل ای گرفتار شده و به جرم سزایی که هست در اوجه میموره بر صلیب و اما او میفهمه که یگانه کسی که عاقبت مره یگانه کسی که آینده مره میتونه تضمین بکنه او ایسای مسیح میگه ای ایسا وقتی در ملکوت خود بیایی مرا فراموش نکنی و ما فیض عیسی مسیح را در وعده او در میبینیم ایسای مسیح برش جواب میتونه میگه چی میگه؟ میگه خاطر جمع باش متوجه باش خاطر جمع باش مطمئن باش اولین چیزی که خدا برای ما میته از فیض خود خاطر جمعی است اطمینان کامل است اطمینان صد درصد است که او برای ما میته خاطر جمع باش متوجه باش کسی که به تو میگه کسی است که او واضح برایتان گفته که من سلامتی خود برای شما میتونم نه سلامتی که دنیا میته خاطر جمع باش ترسان نباش پریشان نباش او هم این چیز بر صلیب میگه وقتی که شکنجه میبینه خاطر جمع باش سبا نه امروز ده روز بعد نه امروز هزار سال بعد نه امروز امروز با من در فردوس خواهی بود حتمی عیسی مسیح اطمینان خدا برای ما میته وقتی که ما به او روی میاریم وقتی که ما به او ایمان میاریم حتی عیسی که بر صلیب هست حتی عیسی که بر صلیب جان میته او برای ما اطمینان میته و اطمینان از او صد در صد کامل است او میگه مطمئن باش خاطر جمع باش خاطرت جمع باشه یعنی پریشان نباش امروز با من در فردوس خواهی بود امروز با من در فردوس خواهی بود ما وعده سقی ایسای مسیح را در فیضش در ایجا میبینیم سیوم چیزی که خداوند ایسای مسیح از صلیب برای ما پیام میته احترام به والدین است ما در کتاب مقدس در کتاب خروج در فصل 20 و آیت 12 هم میخوانیم به پدر و مادرت احترام کن کلام خدا میگه به پدر و مادرت احترام کن تا در سرزمینی که به تو میدهم عمر طولانی داشته باشی ای حکم خود خداوند است و آنی اونمو خداونده که هفده صد سال پیش از زمانی که آل مسلوب است هفته صد سال پیش عین حکم جاری کرده بود که پدر و مادرت را احترام کن والدینتان را احترام کن تا در سرزمینی که به تو میده هم عمر طولانی داشته باشید آل او عمر ابدی را برای ما اعلام میکنه بر صلیب و او وظیفه شخصی خود که بر زمین به صورت انسان آمد برای ما درس میته بر صلیب است مریم زیر صلیب استاده خاموش از جمله شاگردایش تنها یک شاگردش یوحنای رسول در اوج ایستاده است و ای سای مسیح در ایجا بسیار یک حکم عجیبی را میته آیت ششم فصل 19 انجیل مقدس یوحنا میگه وقتی ایسا مادر خود را دید مادر خود را دید که پهلوی همان شاگرده که او را دوست می داشت است که یوحناس به مادر خود گفت مادر این پسر توست مادر این پسر توست متوجه باشی به شاگردی که در اوجه استاده بود که این یوحناس در جایهای دیگه انجیل ما میخوانیم کسی که او را زیاد دوست میداشت، داشت کسی که او را زیاد دوست می داشت. کسی که در بغل او سر خود را گذاشته بود ای در مورد یوحنا صحبت میشه یوحنای رسول از روح خدا ایره الهام میگیره درست و اما روح خدا برش میگه که او واقعا عیسی مسیح را بسیار زیاد دوست داشت و عیسی مسیح او را دوست داشت وقتی عیسی مادر خدا دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می داشت استاده است به مادر خود گفت به مادر خود گفت مادر این پسر تو هست مادر این پسر تو هست یعنی طرف یوحنای رسول اشاره میکنه چون عیسی مسیح کارش به انجام میرسه ایجا به خاطر وظیفه ای که او آمده بود او نامش مسیح است یعنی به خاطر یک ماموریتی که او خود جدا ساخته بود معنای مسیح نمیست مسح شده بود به خاطر از او کاری که آمده بود ایجا انجام شده نیست و اما پیش از ای که او ای دنیا را ترک بگویه او به خاطر از ای که احترام به پدر پدر و مادر خود بگذاره البته ایجا ما در مورد یوسف نمیخوانیم در مورد مریم میخوانیم یوسف شاید در این زمان وقت مرده و اما مریم زنده هست او نمیخواید که بعد از ای که ایسای مسیح ای دنیا را ترک میگه مادرش تنها بمانه در حالی که مریم فرزندهای دیگه داره فرزندهای دیگه داره اولاد دیگه داره, اولاد دیگه داره. اولادهای دیگه داره و اما وا مؤمنین ایسای مسیح پیروان ایسای مسیح تا حال نیستند ایجا ایسای مسیح برای ما دو درس بسیار مهم میته از تمام اول ایسای مسیح کسانی که پیرویش هستند وار عضو خانواده شخصی خود میدانند کسانی که در مسیح هستند موجود نو هستند کسانی که در مسیح هستند عضو خانواده الهی هستند کسانی که در مسیح هستند دوست مسیح هست ما خون شریک هستیم همه کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستیم در خون عیسی مسیح ما همه عضو یک خانواده برادر و خواهر هستیم ما خون خرید او هستیم توسط خون خود او ما را خریده او خون بهای به آزادی ما شده در ایجا عیسی مسیح میگه مادر این پسر توست و بعد به آن شاگرد خود چی میگه به آن شاگرد و این مادر تو هست و در اینجا ما میخوانیم و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد از همان لحظه آن شاگرد او را یعنی مریم را به خانه خود برد عیسی مسیح در اینجا برای ما درس احترام با پدر, مادر، پدر و مادر خود میته کسانی که ما در مسیح هستیم حتی اگر پدران و مادران ما حتی اگر پدر و مادر ما بدترین پدر و مادر هم باشند ما با وا احترام میگذاریم بر از وا دعا میکنیم پدر و مادر عموما شفیق میباشند عموما با محبت میباشند عموما دوست میداشته داشته باشند اولادهای خدا و اما اگر ایتو باشه که پدر و مادر ما زشت باشن ما در خبرها خاندیم سه روز پیش خانمی را در موردش خواندیم که متاسفانه در طول ده سال گذشته هفت تن از اطفال خود قتل کرده البته ای خانم واقعا, واقعاً مریض است مریض روانی است وحشت میگیره آدم وقتی که این چیزها رو میشنه و, و, ما در وطن خود در افغانستان ای چیزا رو زیاد میخوریم برادر برخلاف برادر میخزه پسر برخلاف پدر خود میخزه این چیزها در دنیا عام است به خاطر گناه انسان این وجود داره در هر جای وجود داره ای تنها در آمریکا و در استرالیا و در ایجای در هر جایی این چیزا هست قتل انتقام و این چیزا هست ما از خاطر ما کلمات داریم او زادگی یعنی چی یعنی در مقابل برادر خود خصومت داشتن و غیره این چیزا رو ما داریم بله این چیزا رو ما داریم چون ما در گناه هستیم و اما عیسی مسیح در ایجا برای ما در مورد خانواده نوی درس میته برای ما وظیفه جدید در زندگی ما میته ما را عضو خانواده خود میسازه نه تنهایی او احترام میگذاره به مادر زمینی خود ما متوجه میشیم میجا که وقتی که ما فصل 19 اینجیل انجیل یوحنا را میخوانیم در اوجا ما متوجه میشیم که مریم زیر صلیب کاملا خاموش استاده است خاموشی مریم به خاطر عزیز که از ابتدا وقتی که فرشته به مریم نویده آمدن مسیره از طریق او داد که تو حامله میشی و فرزندی که به دنیا میاری نامش امانویل و ایساس و او مردم نجات میته از گناهانشان و تمامی از این چیزها رو مردم، مریم در قلب خود داشت بالایش تفکر میکد در طول از زمان و وقت او متوجه هست زیر صلیب از خاطر پیش صاحب منصب نمیره که قماندان صاحب، مدیر صاحب، مامور صاحب، اسکر صاحب خیر از بچه ما یک اشتباه کده میره ببخش این را مسلوب نکو او خاموش ایستاد است به خاطر از این خاموش ایستاد است که او درک میکنه که من مریم گناهکاری هستم که خدا مرا انتخاب کرد و ای به خاطر فیض خداست که او مرا انتخاب کرد که عیسی مسیح فرزند خدا از طریق من در این دنیا بیایه و من نیاز به نجات از طریق او دارم نه اینکه که او نیاز به نجات از طریق من مریم واضح میکنه ای را در اینجا از اون خاطر ما میبینیم که مریم صد در صد خاموش است و اما عیسی مسیح با وجود از اینکه خداوند هست با وجود از اینکه او صاحب اختیار است او درک میکنه تمامی از این چیزها را او چی میگه او در ایجا وظیفه ای انسانی خدا انجام میته خداوند صد در صد انسان صد درصد میشه تا که ما را تعلیم بده که چطور والدین خدا احترام بگذارین او ما را تنها نمیگذاره او ما را تنها نمیگذاره و او مادر خود تسلیم شاگرد دوست داشتنی خود میکنه و ما ایجا میخوانیم و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد به خانه خود برد بعد از او ما در مورد فیض خداوند باز زیادتر در انجیل مقدس متا میخوانیم در فصل 27 آیت 46 او به خاطر گناهان ما تنها شد ای هم از خاطر فیض او بود ای هم از خاطر فیض او بود نزدیک ساعت سه ایسا با صدای بلند فریاد کرد الی الی لما شبقتنی یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی متوجه باش که ایسای مسیح ایجا فرزند خدا به صورت انسان ای کلمات هم میگه او برای ما درس میده که ما به خدا تکیه بکنیم هیچ وقت جدایی بین پدر و پسر صورت نگرفته بود در تاریخ کائنات در تاریخ خلقت در تاریخ ازلیت و ابدیت هیچ وقت جدایی صورت نگرفته بود آل جدایی صورت میگیره برای بار اول جدایی صورت میگیرم در مورد از این جدایی 700 سال پیش یکی از انبیاء خداوند اشعیا نبی بسیار واضح در اینجا نشته کرده اما چی کسی این حقیقت را باور می کند اشعیا نبی میگه در فصل 53 کتاب خود اما چی کسی این حقیقت را باور می کند با چی کس خداوند این حقیقت را آشکار ساخته است خداوند مقدر کرده بود که بنده اش مانند نهال در زمین خشک بروید و ریشه بدواند او از جمال و زیبایی بحره نداشت در مورد عیسی مسیح میگه که در اوجه مذروب شده خون است، بدصورت شده و بدصورتی او از خاطر نیست که او بدصورت بوده بلکه او خداوند جلال است بدصورتی ایسای مسیح بر صلیب به خاطر گناهان ما و شماست گناهان ما و شما بالای از او گذاشته شد و او بدصورت شد کلام خدا میگه او از جمال و زیبایی بهره نداشت که توجه ما را به خود جلب کند و مشتاق او باشیم پیش مردم خوار بود و او را رد کردند اما او همه رنج و درد را متحمل شد هیچ کسی نمی خواست هیچ کسی نمی خواست روی او نگاه کند همه او را حقیر می شمردند و ارزش برایش قائل نبودند او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد ولی ما فکر کردیم درد و رنج او جزایی است از جانب خدا که بر او نازل شده است او در حقیقت به خاطر گناهان ما به خاطر گناه ما و خطای ما زده و زخمی شد او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم او و از زخمهای او ما شفا یافتیم ما همه مثل گوسفندان سرگردان گمراه شده و به راه خود روان بودیم اما خداوند گناهان همه ما را به گردن او نهاد بر او ظلم شد اما با فروتنی تحمل کرد و از زبانش حرف شکایت شنیده نشد از زبانش حرف شکایت شنیده نشد او گفت که پدر آره ببخش چرا که یا نمیفهمن که چی میکنه آل چی میگه ای خدای من ای خدای من تو چرا مرا ترک کردی وقتی که ما زبور 22 یوم بخوانیم در اوجه واضح تر ما در مورد از این کلمات میخوانیم چون زبور 22 یوم این نظمی شروع میشه ایلی ایلی لما شبقتنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی ایسای مسیح خداوند صد در صد انسان صد در صد میشه و ایجا ما جدایی بین پدر و پسر را میبینیم و این جدایی به خاطر ما و شما صورت گرفت دوست عزیز برادر عزیز وطندار عزیز خواهر عزیز تا که او ما را نجات بده چون خداوند گناهان ما را بر عیسی مسیح نهاد چون خداوند از گناه نفرت داره پس ایجا جدا میشه ایجا جدایی صورت میگیره و اما با مردن عیسی مسیح متوجه باشی گناهان ما دفن میشه و میموره و ای پیام پیام رستاخیز ایسای مسیح پیام خوشحالی پیام مبارک که در مسیح کسانی که و اون ناله ای ایسای مسیح که خدا او را تنها گذاشت به خاطر ما تا که ما را از این تنهایی نجات بده او تنها شد تا ما را از تنهایی نجات بده او جدا شد از خدا تا ما را از جدایی از خدا نجات بده الی الی لما شبقتنی یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی خداوند خدای پدر پسر خدا ترک گفت تا که با ما آشتی بکنه از این طریق گناهان ما بر او نهاده شد او زخمی شد از زخم های او ما شفا یافتیم ایست فیض ایسای مسیح خاطر گناهان ما او تنها میشه و اما بعد ایسای مسیح آب زندگانی است که خاطر ما تشنه شد من همیشه دیادیم همی کلمات ایسای مسیح که با خانم سامری صحبت می در فصل چهارم انجیل مقدس یوحنا او میگه که کسی که به ما ایمان بیاره ازش آب حیات جاری میشه آب زندگانی جاری میشه کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره از او آب زندگانی جاری میشه به این معنا که عیسی مسیح خودش آب زندگانی است او نار زندگانی است او امید زندگانی است بله و اما در این ما در انجیل یوحنا فصل 19 آیه 28 می بعد از آن وقت عیسی دید که همه چیز انجام شده هر چیزی که او برایش آمده بود خلاص میشه به تکمیل میرسه میگه تشنه هستم او تشنه هست و به این طریق پیشگویی کلام خدا تمام میشه کلام خدا در مورد از این پیشگویی کده بود او تشنه شد او امروز هم تشنه است تشنه شماست که شما پیشش بیاین او تشنه است که او میخواه به شما آب حیات بتا بسیار جالب است ما دریای خروشان آب اگر میبینیم و یا یک چاهی که پر از آب داییم باشه و او چاه برای ما بگوید که من تشنه هستم ما فیض ایسای مسیح خداوند در ایجا عمق فیض ایسای مسیح را کسی که آب حیات است کسی که نهرهای آب حیات است دریاهای آب حیات است که هیچ چیز در کائنات نمیتانه بزرگی از این آب حیات به او میگه ما تشنه هستم او تشنگی را به خاطر ما کشید تا که ما کسانی که تشنه هستیم سیراب شویم از ما آب حیات آب زندگانی جاری شود او میگه ما تشنه هستم هر کلمه ای که عیسی مسیح در صلیب خود گفته بسیار مهم است که ما سرش توجه بکنیم وطندار عزیز متوجه باشین که خداوند شما را چقدر زیاد دوست داره قربانی ایسای مسیر ما بعدا در کلمات بعدیش میبینیم که او میگه تمام شد آیت 29 و آیت سیوم فصل 19 انجیل مقدس یوحنا به ادامه از که او گفت که متشنه هستم میگه خمره پر از سرکه در آنجا قرار داشت آنها اسفنجی را به سرکه تر کردند و آن را بر سر نی گذارده پیش دهان او گرفتند وقتی که او گفت من تشنه هستم وقتی عیسی به سرکه لب زد گفت تمام شد بعد سر به افکنده جان سپرد ما در ایجا میبینیم که ایسای مسیح میگه تمام شد برای کاری که من آمده بودم البته ایجا که میگه تمام شد بعد از او یک چند کلمه دیگه میگه به ادامه ازی وقتی که ما میخوانیم و او وقتی سای مسیح جان میسپاره جان را به کف نهادی کلام خدا برای ما میگه که او جان را به کف خود نهاده نهادی سرود میگه جان را به کف نهادی هاللویا ما را نجات دادی یا او جان را به کف نهاد تا ما را نجات دهد چی میگه وقتی که عیسی به سرکه لب زد گفت تمام شد تمام شد و در زبور بیست که ما قبلا هم در مورد از این زبور صحبت کردیم که در ابتدای مسی مسیح میگه الی الی لما شبقتنی و در آخر از این زبور عیسی مسیح کلام کلام خدا در ایجا میگه که اینمی کلمات بود که عیسی مسیح بر صلیب انجام داد ایشان آمد و عدالت را به قومی که متولد میشوند یعنی قومی که متولد در آینده میشوند یعنی کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن بیان خواهند کرد که خداوند قوم برگزیده خود را نجات داده است در حقیقتش اگر ما کلمه به کلمه ترجمه کنیم اینه قسم میشه به آنها خواهند گفت که او این کار را پوره کرده است انجام داده است عین چیز عیسی مسیح میگه تمام شد تتلسته تتلسته یک کلمه در لسان یونانی تتلسته و در زبان فارسی و در این ما میگیم به انجام رسانید و یا تمام شد متوجه باشین که یک مصور بسیار بسیار شهکار هست و او شهکار خوده بسیار زحمت میکشه و او را جور میکنه او را جور میکنه بالاخره امی تصویر بسیار قشنگی را که ماها سرش زحمت کشیده بالاخره پیش روی خود میمانه میگه تمام شد خداوند تصویر نجاته تصویر نجاته تصویر نجات برای تمامی انسان‌های دنیا انجام داد برادر عزیز ما که قبلا به این برنامه آمده بدن و زندگی خود دادن به عیسی مسیح از طریق سکایپ میگن که آیا ما میتونم زنگ بزنم بله برادر عزیزم بله بله میتونین زنگ بزنین و صحبت کنین خداوند شما را برکت بده و ما میبینیم که خداوند به ایجا چطور فیض خود جاری میکنه با قربانی عظیمی که خداوند بر صلیب به خاطر گناهان ما داد او کار نجات برای ما انسان ها تمام کرد انجام داد انجام داد و آخرا ما در مورد خداوند عیسی مسیح در رساله دویم قرنتیان فصل هشت آیت نو این قسم میخوانیم شما فیض خداوند ما ایسای مسیح را خوب می دانید. شما فیض خداوند ما ایسای مسیح را خوب می دانید. برادر عزیزم مانده نباشی یک لحظه من می آیت بخوانم باز با شما صحبت می کنم هلو هلو ما فکر میکنم آوازشان نمیه شاید ما بکشم هلو نمی آوازتان نمیایه وطندار عزیزم امیدوار هستم که دوباره زنگ زده بیتانین و اما آوازتان از طریق سکایپ نمیه متاسفانه آه خوب آه، کلام علا؟ خ... هلو هلو شما بله, بله بله برادر عزیزم صدایتان دارم با اجازه تان معنی آیه می و بعد از او با شما صحبت میکنم لطفا روی خط باشین عیسی مسیح در میگه شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید فیض او یعنی مدد مفت او که ما لایق از او هم نیستیم شما فیض خداوند عزیز ما عیسی مسیح را خوب میدانید گرچه او دولتمند بود چقدر دولتمند بود کلام خدا میگه او تمامی کائنات خلق کرد کلمه خدا که با او هر چیز خلق شده گرچه او دولتمند بود من بود به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید او از خو او با ذر و زیور خود ما را نخرید او فقیر شد در بین ما آمد زندگی کرد ما را به آغوش گرفت با ما کلمه... کلمات خداوندی را با ما با مرهمی که او به زخم های ما به دردهای ما زد او ما را پیش خدای پدر مقبول ساخت او ما را دولتمند ساخت او فقیر شد کسی که سروتمند بود او فقیر شد تا از فقر او ما سروتمند شویم ایست فیض خداوند ایسای مسیح برادر عزیز مانده باشی بسیار میبخشین شما را منتظر ساختم بفرمایین میکنم سلام شما خوب هستین خدا را شکر خدا را شکر وطن داری عزیزم زنده باشین برادر حسین مزاحمتون که نیستم در برنامه هستم یا بله دیگه بله در برنامه هستم وطندار عزیز فقط یک چند دقیقه برنامه ما مانده بفرمایید اوه مگه برنامه شما سه شنبه ها نبود سه شنبه و پنج شنبه هاست اوکی می خب خب خوب, خوب, خوب هستم زنده باشین خدا را شکر برادر من میخواستم برادر حسین برتم بگم که ما هم امیر هستم که یک در روز میشه که ایمان آوردیم بله بله برادر عزیزم بله بله خدا را شکر برای شما بله بله به شک ما واقعا خداوند شکر میکنم از خاطر از اینکه ما را به عنوان فامیل خود حساب کرد میبخشه که اکم نفس میتونم چون در اگر. اگرای هستم دارم میرم سن خانه بله از این خاطر فرق نداره دیگه هم میرم میخواستم براتان بگویم که از وقتی که ما ایمان آوردم به ایسای مسیح یک دوست دیگه خودم از طریق کلام ایمانش ها بردیم به سوی ایسای مسیح خدا را يعني... شکر بله بله یعنی یک دوست مبود که ما بود که برای من بسیار باعث تعجب بود کسی بود که برای من میگفت امیر جان نماز تقاط نکو او تو که او تو گفتم تو همین کتاب یک دفعه بگی سعی کنی چی نوشته داخل از کتاب بله آمین گفته. گفت نه 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 ایگه پا نه ای چیزی که پدرهای ما گفت از پدر ما خوب بیشتر نمیفهمی گفتم پدر ما و تو ایسای مسیح است حللویه خداوند است ولی ها گفتم همین کتاب بخوان باور کن همین کتاب که خوان و کتاب من شعب نازم دارم هللویا هللویا واقعا واقعا دیگه کتاب گرفت و همون تا خوانده میره شکر خدا و ایمان هم آورد آمین آمین موربیشو. آمین از طرف ما با. تبریک بگو برادر عزیز ما را خدا را شکر میکنیم به همین ترتیب عیسی مسیح میگه میگه که میگه که دانه هایی را که دانه های را که ما کشت میکنم او میگه که او ثمر به بار میاره و به همین ترتیب ما برادران و خواهرانی را برای عیسی مسیح دعوت میکنیم و خداوند از شما استفاده کرده و اولین سمره که شما را خداوند داده اینمی است که شما کسی دیگر را به عیسی مسیح دعوت کردین و ایشان به عیسی مسیح ایمان آورده خداوند شما را برکت بده برادر عزیزم و خوش بسیار زیاد خوش شدم باز با شما صحبت میکنم و حتما باز هم صحبت میکنیم ما خو... و خودت البته از طریق اسکای بعضی وقتا چات میکنیم و حتما زیادتر صحبت میکنیم برادر عزیزم و اما وقتی برنامه من خلاص میشه ما باید خداحافظی هم بگم و تکمیل هم بکنم درسی را که امروز از کلام خدا ما یاد میگیریم بسیار چیزهای خوبه و با شما با صحبت میکنیم بازم تشکر برادر عزیزیم که زحمت کشیدین و تلفن کردین خواهش میکنم می از شما تشکر فقط یک خواهش دیگه بله. دا از شما که برای ما واقعا دعا کنید حتما البته ما کل دعا ما کنید هر روز دعا, دعا, دعا میکنم و هر روز بر وطن دارای و دعا میکنم و بر شما به خصوص چند روز گذشته دعا کردیم و حتی برای کلیسیا هم گفتیم که بر شما دعا کنه وطن داری بسیار تشکر فایز خداوند عیسی مسیح با شما باشه با با آمین. آمین. آمین 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 خداوند شما را برکت بده برادر عزیزم خدا را شکر میکنیم بله خداوند شما را دوست داره برادر عزیزم جان چی گفتن؟ یک بار تو امی کتاب مقدس یک بار بخوان بیبی که این محبت نامی خدا برای شما چی میگه از فیض خدا از محبت خدا چی میگه شما فیض خداوند ما فیض یعنی مدد مفت خدا فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید بله خوب میدانید چه فیض فعیز؟ فیضی که وقتی که بر صلیب است کسانی که او را شکنجه می میگه پدر یا ببخش چرا که یا نمیفهمه که چی میکنه فیضی که وعده می برای کسی که به او روی میاره عیسی مسیح وقتی که در ملکوتت آمدی مرا فراموش نکو مرا فراموش نکو ای عیسی مسیح وقتی که تو به ملکوت خود آمدی مرا فراموش نکو و فیضی که ما میبینیم که عیسی مسیح برای ما درس میته که ما به والدین خود احترام بکنیم اگر ما پیرو او هستیم فیضی که او به خاطر گناهان ما حتی تنهایی را کشید و فیضی که به خاطر ما او تشنه شد کسی که آب زندگانی بود فیضی که او توسط از این جان خود را حتی فدا کرد و کاری را که برش آمده بود انجام داد و فیضی که او وقتی که ما در غربت بودیم وقتی که ما در مصیبت بودیم وقتی که ما در مشکل بودیم وقتی که ما از خدا دور بودیم او در غربت ما آمد شریک شد او غریب شد تا که توسط غربت خود او ما را سروتمند بسازد شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید گرچه دولت من بود به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او نه از راه سروت او بلکه از راه فقر او دولت من شوید از راه فقر او دولت من شوید کلام خدا برای ما میگه در انجیل متا در فصل سیزدهم یک مثال بسیار خوب میاره و در نوشته است که پادشاهی خدا و یا ملکوت خدا مثل از او تجاری است مثل از او است که او پشت مرواریدهای های بسیار بیش به ها می گرده. و وقتی که یک مروارید بسیار, بسیار بسیار با ارزش پیدا میکنه او میره تمامی چیزهای خود میفروشه و میای اونم مروارید میخره خریدار در ایجا خداست تجار در ایجه خداست و او ما را با خون خود میخره و هر چیز خود داد تا که ما کسانی که سنگ ناچیز هستیم از او مروارید بیشبه ها بسازه در مسیح شما بیشبه میشین بهایی نداریم و اما در مسیح شما بیشبه میشین وقتی که به او ایمان میارین وقتی که به او ایمان میارین از راه فقر او رفت هر چیز خود فروخت او غریب شد هر چیز خود او خدا خالی کرد از هر چیز و اما با ای که او خدا خالی کرد از هر چیز با ای که او فقیر شد با ای که او هر چیز خود نادیده گرفت او با خون خود حتی با جان خود با خود خود او ما را خرید او ما زر خرید او نیستیم ما خون خریدی او هستیم او خون بهای آزادی ما شد آیات بعدی آیات بعدی بسیار خوبتر ایره می در مورد شخصیت ما در مورد کی ما, ما کی هستیم اگر ما فصل سیوم رساله رومیان می خاریم. تمامی از این فصل بسیار مهم است دیجه از آیات ده تا بیست خصوصا در مورد وضعیت انسان که ما همه در گناه هستیم همه از خدا دور هستیم همه پر از بغض و کینه و ای چیزا هستیم و اما آیات 21 تا 24 برای ما میگه اما اکنون عدالت خدا که تورات و پیامبران بر آن شهادت داده اند به تو به ظهور رسیده است خدا بدون در نظر گرفتن شریعت بله شریعت تنها برای ما نشان میده که ما گناهکار هستیم شریعت به ما نشان میده که ما چقدر گناهکار هستیم نگهداری از شریعت لازم است و اما از طریق شریعت ما نمیتونیم که نجات بیافیم شریعت خدا کامل است و ما م. کامل نیستیم تنها خدا کامل است پس ما نمیتونیم به خدا برسیم و اما خداوند بدون در نظر گرفتن دیجه نشسته بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمان دارن کسانی که به او ایمان میارن وارا عادل میشماره زیرا هیچ تفاوتی نیست همه گناه کرده تمامی انسانها ها گناه کردن و از جلال خدا کم آمدن اما آیت 24 بسیار مهم متوجه باشید اما با چی؟ با فیض خدا یعنی مدد رایگان خدا برای کسایی که لایق مددش نیستیم با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که چی خونبهای آزادی آنهاست به طور رایگان مفت عادل شمرده می شوند لازم نیست بخرین لازم نیست که به زیارت برین لازم نیست که پیش کسی دیگه زاری بکنین به عیسی مسیح ایمان بیارین و امی ایمان شما به عیسی مسیح شما را مقبول خدا می سازه فیض خدا و عیسی مسیح کت تمامی شما باشه

And how they am to